درخواست 10 میلیارد دلاری تهران از واشنگتن بیدرنگ از سوی آلمان و آمریکا رد شد. وزارت خارجه آلمان دیروز اعلام کرد که ایران نمیتواند برای از سرگیری مذاکره‌های احیای برجام درخواست آزادسازی دارایی‌های مسدود شده اش را بکند. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم روز یک شنبه گفته بود که چنین توقعاتی از سوی ایران مانع موفقیت گفتگوهای وین خواهد بود. آمریکایی‌ها میخوان به هر قیمتی شده به ما بگن که شما بایستی فعالیت‌های هسته‌ای‌تون رو برگردونید به نقطه برجام، و این در حالی است که خودشون حاضر نیستند 10 میلیارد دلار پول متعلق به ملت ایران رو آزاد بکنند که ما بگیم یک بار تو این چند دهه گذشته آمریکایی‌ها یک کاری کردن که میتونیم بگیم منافع ملت ایران رو مورد توجه قرار دادن. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران یک روز پیش از آن گفته بود که در جریان سفرش به نیویورک این پیام را به طرفای آمریکایی فرستاده. در واکنش به این سخنان یک مقام وزارت خارجه آمریکا همچنین گفته که گرچه واشنگتن به دنبال بازگشت متقابل به برجام است، اما فرصت زیادی برای احیای این توافق نمانده. وزارت خارجه آلمان هم تاکید کرده که تهران باید هر چه زودتر تاریخ از سرگیری گفتگوها را اعلام کند. با وجود این واکنش تند طرفای مذاکره کننده در وین، دولت ابراهیم رئیسی همچنان بر موضع خود پافشاری میکند. آنچه که آقای دکتر امیر عبداللهیان گفتن این بودش که ایالات متحده به روش ها و انهای گوناگون میتوانست حسنیت خودشو نشون بده. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران دیروز با اشاره به سخنان حسین امیر عبداللهیان درباره پولهای بلوکه شده ایران گفت که اگر دولت جو بایدن می‌خواست رفتار متفاوتی نسبت به دونالد ترامپ با تهران داشته باشد، راه‌های مانند آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران وجود داشت. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، اوایل مهر ماه امسال به بانک مرکزی دستور داد تا دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور را از طریق شکایت حقوقی بازگرداند. در روزهای اخیر ایران فشار را بر کره جنوبی برای دریافت چند میلیارد دلاری که در بانک‌های این کشور مسدود است افزایش داده. با این حال تحریم‌های آمریکا بر بانک مرکزی ایران کشورهای مانند کره جنوبی و ژاپن را برای آزادسازی اموال تهران در شرایط دشواری قرار داده. در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ، ایالات متحده به طور یک جانبه از توافقنامه 6 سال پیش با ایران، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و آلمان خارج شد. جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، قصد دارد که واشنگتن را به این توافق بازگرداند، اما دو طرف بر سر اینکه چه گام‌هایی باید برداشته شود و چه وقت اختلاف نظر دارند. موضوع اصلی این است که تهران چه محدودیت‌هایی را می‌پذیرد و چه تحریم‌هایی را واشنگتن برخواهد داشت. بدیل برای برجام بدیل جذابی نیست برای هیچ کسی در فضای بین المللی. با این حال سعید خطیب‌زاده میگوید دولت و تیم مذاکره کننده ایران تغییر کرده و بنابراین رویکرد تهران در گفتگوهای وین تغییراتی خواهد داشت. او به طرفای مقابل توصیه کرده که انعطاف نشان دهند. آنطور که از سخنان سعید خطیب‌زاده برمی آید، ایران تا حدود یک ماه دیگر به مذاکره های احیای برجام باز خواهد گشت. تا کنون 6 دور از مذاکره های احیای برجام در وین برگزار شده، اما به دنبال پیروزی ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری این گفتگوها به درخواست تهران متوقف شد. گرچه واشنگتن و اعضای باقی مانده در برجام به تهران فشار می آورند که گفتگوها را از سر بگیرد، اما ظاهرا دولت ابراهیم رئیسی چندان عجله‌ای برای آغاز مذاکره ها ندارد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.